درود بر شما دوستان عزیز خیلی از شما دوستان از طریق ایمیل و یا تماس های تلفنی چه با دفتر ما در سیدنی و چه دفاتر دیگه در سایر کشورها تماس گرفتید و سوالاتی تقریبا میشه گفت مشابه داشتید سعی میکنیم که به اون سوالات به صورت بسیار خلاصه و مفید توضیح بدیم در این برنامه سعی میکنیم به ویزاهای تخصصی استرالیا بپردازیم همونطور که میدونید برای ورود به استرالیا بیش از 130 نو ویزا وجود داره که عمدتا ویزاهای به صلاح اسکیل یا شغلی ویزاهای بیزنس ویزاهای خانوادگی ویزاهای توریستی ویزاهای پناهندگی و ویزاهای تخصصی دیگه هست که بحث کردن در مورد همه اونها به صلاح در یک جلسه بسیار دشواره ولی سعی میکنیم به مرور هر کدوم از این ویزاها رو خدمتتون توضیح بدیم بحث امروز راجع به ویزای شغلی یا تخصصی هست ویزاهای شغلی بر استرالیا تقریبا متداول ترین نوع ویزای دائم هست که افراد هم میتونن بگیرن هم به دنبالش هستن به صلاح. امروز توجه ویژه تری به در واقع سه تا ساب کلاس ویزا که در واقع دو تاشون ویزای دائم هست و یکیشون ویزای موقت هست موقت چهار ساله داریم برای این کار شروع می کنیم ابتدا اسم این ویزاها رو میگیم و بعدا توضیح میدیم که برای هر کدوم از این ویزاها شما چه شرایطی باید داشته باشید گروه تخصصی و اون سه نوع ویزایی که ما میخوایم ارز کنیم یکیشون هست ویزای ایندیپندنت یا مستقل ساب کلاس 189 یکیشون هست ویزای استیت نامینیشن نامینیتد ویزا یا ویزاهایی که حمایت ایالتی داره فرد اسپانسر ایالتی شده این هم بازی نو ویزای دائم هست ساب کلاس 190 بهش میگن و ویزای مشابهی هست برای کسانی که توسط یکی از ایالت ها ولی برای مناطق کم جمعیت اون ایالت اسپانسر شدن که ویزای چهار ساله است و اسمش هست ریژنال اسپانسر سکیل ویزاز یا ویزای شماره 489 از همین گروه اسکیل ویزاهای دیگه ای هست که ما امروز بهشون نمی پردازیم ولی در جلسات بعد خواهیم پرداخت موارد عمومی که برای هر کدوم از این ویزاها لازمه چه ویزای 190 چه 489 و چه ویزای 189 در واقع بسیار مشابه یک سری نیازهای مشابه دارند شرایط مشابه دارند برای همه این ویزا یکی اینکه سن فرد باید زیر پنجاه سال باشه دیگر اینکه باید رشته شما و یا اون اکیوپیشن شما به اصطلاح در یکی از دو تا لیست موجود باشه استرالیا دو تا لیست داره یکی SOL و یکی CSOL که برای ساده تر کردن ما میگیم گروه یک و گروه دو لیست شماره یک یا همون SOL در واقع اون دست از شغلا است که به نوعی میشه گفت استرالیا نیاز بیشتری داره و فرد اگه رشتش در این لیست باشه نیازی و یا شرط اینکه حمایت ایالتی بگیره نداره گروه دوم یا CSOL اون دست در هست که فرد حتما باید یا توسط یک کارفرما و یا توسط یک ایالت و یا یک منطقه ریژنال اسپانسر بشه همه رشته های گروه یک در گروه دو هم هستن ولی بسیاری از رشته های گروه دو در گروه یک نیست و به همین لحاظ هست که شرط اینه که شما حتما، یکی از ایالت ها اسپانسرتون بشه یا اینکه یه کارفرما و یا یک فامیلی ممبر یکی از عضوهای خانواده که در استرالیا هست اسپانسر شما بشه البته در مورد اون فامیلی ممبر متاسفانه چند وقت یه این ویزا رو به حالت موقت به تعطیل گذاشتن و تعلیق کردن ولی احتمالا در آینده باز, باز بشه این نو ویزا در حال حاضر فقط یا باید ایالت شما را اسپانسر کنه یا منطقه ریجنال و یا کارفرما باز در همون زمینه علاوه بر این که اسم شما باید توی یکی از دو تا رشته شما ببخشید توی یکی از دو تا لیست باشه هر فرد باید 60 امتیاز بیاره که حالا نوه امتیاز بندی رو هم خدمتتون توضیح میدیم و علاوه بر اون باید حداقل نمره زبان شیش در امتحان آیس بیاره در هر بند امتحان آیس که این امتحان میتونه آکادمیک باشه یا جنرال حتی خوشبختانه به زودی علاوه بر امتحان آیس امتحاناتی مثل تافل امتحان اویتی و بعدا کمبریج و امتحانات دیگری رو هم اداره مهاجرت خواهد پذیرفت ولی در حال حاضر فقط امتحان آیلتس ملاک هست البته برای گروه های پزشکی رشته زبان OET رو هم در حال حاضر اداره مهاجرت میپذیره پس اون چهار تا شرط رو اگه فرد داره میتونه اپلای کنه یا شروع کنه به مراحل لازم برای گرفتن ویزاهای تخصصی و اما اینکه چطوری و چه مراحلی باید طی بشه چه کار باید کرد برای گرفتن ویزا اولین گام اینه که شما و مدرکتون ارزیابی بشه این ارزیابی مدرک طبیعتا با توجه به رشته توسط ادارات مختلفی صورت میگیره به فرض رشته های کامپیوتر توسط یه سازمانی به اسم ACS ارزیابی میشه Australian Computer Society و یا مثلا رشته های مهندسی توسط سازمان مهندسی استرالیا صورت میگیره و به همین نو اداراتی مثل ویت اسس، تی آر ای، ای آی ام، اسمایی دیگه ای هست اینا اداراتی هستند که رشته های مختلف رو بررسی می کنن. هر اداره هم طبیعتا برای خودش یه سری معیارها داره یا کرایتیریا داره و فرد برای اینکه مدرکش ارزیابی بشه باید اون شرایط رو داشته باشه بعد از اینکه مدرکتون ارزیابی شد شما اگه انشالله مثبت ارزیابی شد میتونید در یه لیست ذخیره استرالیا اداره مهاجرت اسم نویسی کنید این لیست ذخیره اسمش EOI هست Expression of Interest در واقع شما به اداره مهاجرت میگید که من دوست دارم که برای ویزا اقدام کنم اسمتون رو مینویسید و اداره مهاجرت اگه شما شرایطش رو دارید شما رو به ویزا برای اقدام کردن برای ویزا دعوت خواهد کرد که حالا اینکه شرایطش رو دارید اون چهار موردی رو قبلا عرض کردن باید باشه ولی بعضی از دوستان هستن که مثلا 60 امتیاز رو نمیارن در سیستم امتیاز بندی لازمه که از یکی از ایالت ها مثلا اسپانسرشیپ بگیرن اینا از بعد از اینکه اسمشون رو در ای او آی یا در لیست ذخیره نوشتن میتونن برن سراغ یکی از ایالت ها و تقاضا بدن که اسپانسرشون بشه اینجا هم باز هر ایالتی یک سری معیارها داره برای خودش که چیزایی هست که می نویسن تو وبسایتشون میگن ما فردی رو با این شرایط میخوایم مثلا میگن من ایالت به فرض کوینزلند اگه کاردانی یا تکنسیان عمران میخواد به فرض نمرش باید در نمره آی آیس باید حداقل 6.5 نیم باشه دو سال باید سابقه کار داشته باشه و و یا به فرض یالت دیگه هر کدوم برای خودشون یه سری معیارها دارن بعضی سختگیرترن سخت خیلی راحت ترن بعضی هاشون خیلی سریع جواب میدن بعضی هاشون با تاخیر چند ماه جواب میدن بعد از اینکه شما از یکی از ایالت ها اسپانسرشیپ گرفتید و امتیازتون به 60 رسید مجددا مثل بقیه دوستانی که همین الان هم امتیاز 60 یا بالاتر دارن در لیست اداره مهاجرت به اصطلاح الیجبل میشید یا واجد شرایط دیده میشید و ممکن است که هر روزه شما انتخاب بشید برای ویزا دعوت بشید برای ویزا بعد از اینکه شما دعوت میشید برای ویزا توسط اداره مهاجرت در واقع اصلی ترین محله کارتون شروع میشه شما از روزی که پروندهتون رو برای اداره مهاجرت میفرستید یا لاج میکنید به اصطلاح که این لاج کردن خوشبختانه این روزا همه چی آنلاین هست اداره مهاجرت دیگه فعالیتش رو برای بررسی پرونده شما شروع میکنه برای بعضیا این بررسی پرونده شاید بشه گفت یکی دو ماه صورت تموم میشه برای بعضی ها ممکنه ده ماه دوازده ماه طول میکشه در این که برای بعضی ها بیشتر طول میکشم اینه که خب طبیعتا اداره مهاجرت استرالیا باید با یک سری سازمان های دیگه مثل سازمان اطلاعات استرالیا همانگی های داشته باشه که فردی که وارد استرالیا میشه از دید خودشون برای کشور خطرناک نباشه این این موضوع باعث میشه که پرونده بعضی از دوستان متاسفانه به تاخیر میفته حالا این یه چیز رسمی نیست ولی دیده شده مخصوصا پرونده آقایون و یا کسانی که متعهلن به نحوی بیشتر از خانم های مجرد طول میکشه که حتی میگم این فقط یه برداشت کلی هست نه قانون نیست پس اینم مراحل کار که اگه بخوایم در, در کل در نظر بگیریم شاید بررسی یه پرونده چیزی حدود یک سال یک سال و چند ماه طول بکشه و اما برای اینکه بدونیم که امتیازات ما چقدر ارز کرده بودم که ما برای واجد شرایط بودن یکی از شرط های اصلی اینه که شما حداقل 60 امتیاز بیارید این شخص امتیاز رو از کجا میشه آورد و چه مواردی ملاک هست و امتیاز داره من در این جدول خلاصهشون رو براتون آوردم شما میتونید مشاهده کنید اولین فاکتوری که ملاحظه میکنید فاکتور سن هست همونطور که میبینید سن بین 18 تا 24 سال 25 امتیاز داره سن 25 تا 32 30 امتیاز داره سن 33 تا 39 25 امتیاز داره سن 40 تا 45 15 امتیاز داره و سن 45 تا 49 دیگه امتیازی نداره قبلا هم عرض کرده بودم بالای 50 سال رو دیگه اداره مهاجرت قبول نمیکنه برای ویزاهای تخصصی هر در این مورد پیشنهاداتی به مجلس شده و به اداره مهاجرت و ممکنه در آینده این ملاک یا شرط سنی رو کمی تغییر بدن ولی در حال حاضر ترجیح اداره مهاجرت اینه که کسایی که میخوان اسکیل ویزا بیان زیر پنجا و باز هم ترجیح زیر چل و پنج باشه به همین خاطر میبینید بین چل تا چل هم امتیاز سن سفره و یه موردی رو که باز در اینجا ارز کنم راجع سن اینه که وقتی میگن که سن 18 تا 24 25 امتیاز داره یعنی شما تا وقتی که 24 سال و 11 ماه و 29 روزتون نشده دیگه همین 25 امتیاز رو میارید به مز اینکه شدید 25 سال تمام اون وقت دیگه وارد مرده بعدی رنج سنی میشید که سی امتیاز و به همین ترتیب در مورد سن، سنین بعدی فاکتور بعدی که برای شما امتیاز میاره و خب منطقی هم هست این فاکتور اینه که مدرک شما چی هست کوالیفیکیشن اداره مهاجرت سه گروه مدرک تعریف کرده و به هر گروهی امتیازی داده مدارکی مثل مدارک فنی، دیپلم و فوق دیپلم ده امتیاز می گیرن. مدارکی مثل لیسانس و فوق لیسانس 15 امتیاز دارند و مدرک دکترا یا پی اچ دی به اصطلاح 20 امتیاز داره. باز موردیه که خیلی از دوستان سوال میکنن و بعضا اشتباه میکنن موقعی که میخوان اقدام کنن برای ویزا اینه که برای کشورهای مختلف و برای به صلاح حتی شهرهای مختلف دنیا اداره مهاجرت استرالیا اومده دانشگاه ها رو سعی کرده تعریف کنه برای سیستم آموزشی خود کشور بر اساس سیستم آموزشی استرالیا و حالا ما چون بیشتر الان در مورد ایران صحبت می کنیم دانشگاه های ایران رو به دو, دو گروه تقسیم کرده گروه یک و گروه دو البته این تا چند ماه پیش سه گروه بود ولی الان دیگه شده دو گروه از سال 2014 این دو گروه در واقع گروه یک دانشگاه های به صلاح معتبرتر هستن از لحاظ دولت استرالیا و خصوصا نظام آموزشی استرالیا اون دانشگاه ها هر مدرکی و هر معدلی شما با هر معدلی گرفتید مدرکتون اینجا معادل سازی میشه به فرض اگه مدرک لیسانس گرفتید اینجا هم لیسانس به حساب میاد با هر معدلی که هست گروه دوم دانشگاهایی هستند که باز اینو عرض از لاز سیستم آموزشی استرالیا این دانشگاه اعتبار کمتری دارن و در نتیجه هر مدرکی که شما از اون دانشگاه دارید موقعی که میخواد معادل سازی بشه یک رده پایین‌تر اینجا محسوب میشه به فرض اگه شما مدرک دکترا دارید اینجا فوق لیسانس به حساب میاد اگه لیسانس دارید یا فوق... اگه لیسانس دارید فوق دیپلم به حساب میاد و به همین ترتیب فوق لیسانس میشه لیسانس و فوق دیپلم میشه دیپلم بنابراین این میتونه امتیازات شما رو تغییر بده حالا اینکه چه دانشگاهی در گروه یک هست چه دانشگاهی در گروه دو این یه لیست کاملی هر سال تقریبا میشه گفت اه اه سازمان آموزشی استرالیا یه اداره به اسم ای آی هست که این لیست رو آپدیت میکنه و تقریبا میشه گفت میفروشه هر ساله هم ما و هم همکارانمون مطمئنا به این لیست دسترسی داریم و وقتی که میخوایم پرونده شما رو ارزیابی کنیم از لحاظ امتیازات حتما به اینکه کدوم دانشگاه هستید باید دقت کنیم مورد بعدی که امتیاز داره نمره زبان هست قبلا هم عرض کردم در حال حاضر فقط امتحان آیلس و برای گروه پزشکی امتحان OET قابل قبول هست نمره زبانی هم که لازمه به عنوان مینیموم یا شرط اساسی در حال حاضر نمره 6 در هر بند آیلس هست و هم ارز کنم که این امتحان میتونه جنرال باشه یا اکادمیک هیچ شرطی نیست که شما چه نمره بیارید بعضی از دوستان این سوالات رو میپرسند که چرا مثلا اداره ارزیابی از من اکادمیک خواسته این, این چیزی که اداره مهاجرت کاری بهش نداره این شرطیه که خود اداره ارزیابی مثلا گذاشته مثلا برای رشته حسابداری یا گروه پزشکی ولی اداره مهاجرت فقط براش اون نمره 6 مهمه که در هر بند آورده باشید نمره 6 همونطور که میبینید هیچ امتیازی نداره بلکه شرطه نمره هفت آیلس در هر بند باز تاکید می کنم ده امتیاز داره و نمره هشت در هر بند بیست امتیاز داره مورد بعدی که امتیاز داره در سیستم امتیاز بندی سابقه کار مرتبط هست این سابقه کار اگه در استرالیا باشه خب طبیعتا ارزشش بیشتره برای اداره مهاجرت به همین خاطر اگه کسی یک سال کار کرده پنج امتیاز بهش میدن اگه سه سال کار کرده ده امتیاز و اگه پنج سال کار کرده پونزده امتیاز سابق کار خارج از استرالیا مثلا در ایران یا هر کشور دیگه کار کردید اگه سه سال باشه پنج امتیاز اگه پنج سال باشه ده امتیاز و اگه هشت سال باشه پونزده امتیاز باز سوالی که بسیار متداول در مورد این که من کار کردم ولی بیمه ندارم آیا در مهاجرت قبول میکنه اینو یا نه واقعیتش این هست که اداره مهاجرت باید براش یه جورایی ثابت بشه که شما کار کردید این که صرفا یه کسی به شما نامه بده من فلانی برام از فلان تاریخ تا فلان تاریخ کار کرده ملاک نیست شما باید اثبات کنید که حقوق گرفتید این اثبات حقوق وقتی که پول نقد گرفتید خب طبیعتا سختتر میشه برای همون اه, کیس آفیسر از شما ممکنه که چیزایی مثل فیش حقوقی قراردادهای کاریتون و حتی سرکشی به محل کار تماس با محل کار حسابهای بانکی و چیزای این شکلی بخواد که طبیعتا اه, دیگه شما خودتون بهتر میدونید تو کیس شما آیا میتونید چیزی تهیه کنید یا نه مورد بعدی که امتیاز داره امتیاز همسر هست هم، شما اگه متعحل هستید و همسرتون رشتهشتون یکی از دو تا لیست هست و این رشته توسط اداره مربوطه ارزیابی شده و همینطور همسرتون تونستن نمره 6 آیلس در هر بند بیارن اون وقت پنج امتیاز میگیرید بنابراین سه تا شرط اساسی برای ویزای همسر برای امتیاز همسر این هست که یک رشتهشون تو لیست باشه دو توسط اداره مربوط ارزیابی بشه و سه نمره زبان 6 در هر بند آیلس بیارن مورد بعدی که امتیاز داره امتیاز دو سال تحصیل در استرالیا هست اگه کسی در استرالیا درس خونده باشه و دو سال طول کشیده باشه و مدرکی گرفته باشه پنج امتیاز میگیره مورد بعدی که امتیاز داره امتیاز کامیونیتی لنگویج میگن یا زبان های محلی یا منطقه ای افراد هست اداره مهاجرت استرالیا چیزی حدود تا زبان خارجی رو تقریبا میشه گفت به رسمیت میشناسه و ترجیح میده کسایی که اینجا هستن با این زبان ها آشنا باشن با یکی از این دارن. زبان ها حد به عنوان زبان دوم و به همین خاطر به کسانی که در یه زبان خاص تبهر دارن به صلاح امتیاز میده پنج امتیاز به فرض ما اگه که در زبان فارسی اطلاعات کافی و کامل داریم اطلاعات علمی این پنج امتیاز رو به ما خواهند داد قبلا شما اگه فقط از یک دانشگاه ایرانی و تحصیل می شدید اتوماتیک به شما این پنج امتیاز داده میشد چون میگفتن در فارسی درس خوندید ولی الان میگن که فرد باید در توسط سازمان سازمان نظارت بر مترجمین استرالیا به اصطلاح ارزشیابی شده باشه و اون سازمان به اصطلاح این فرد رو تایید کنه که در اون زبان خاص تخصص داره سازمان نظارت به اصطلاح مترجمین استرالیا اسمش ناتی هست و این سازمان برای اینکه بیاد شما رو ارزشیابی کنه از شما امتحانی میگیره که این امتحان میتونه در دو حالت باشه یکی از فارسی به انگلیسی یا یکی از انگلیسی به فارسی هر کدوم رو شما بتونید به صلاح قبول بشید برای اداره مهاجرت کافیه و به شما پنج امتیاز میدن و اما دو مورد دیگه و یا دو تا فاکتور دیگه که امتیاز داره یکیشون اسپانسرشیپ ایالتی یا استیت اسپانسرشیپ هست که پنج امتیاز داره و در واقع کسی که این پنج امتیاز رو بگیره فقط میتونه برای ویزای 190 اقدام کنه دیگه برای ویزای مستقل نمیتونه و نوع دیگهش ریجنال اسپانسرشیپ ریژنال سپانسرشیپ در حالتی هست که شما به فرض ده امتیاز کم دارید و از یکی از مناطق کم جمعیت تر استرالیا اسپانسر ایالتی میگیرید در اون حالت شما فقط میتونید برای ویزای 489 که یک ویزای 4 ساله هست اقدام کنید تفاوت این دو تا ویزا در واقع اینه که ویزای 190 ویزای دائمه ویزای 489 ویزای موقته ویزای 489 شرط دائم شدنش اینه که شما بیایید تشریف ببرید اون ایالتی که شما رو یا اون منطقه ریجنالی که شما رو اسپانسر کرده دو سال زندگی کنید و از این دو سال یک سالش رو کار کنید در اون حالت شما واجد شرایط هستید برای ویزای دائم یعنی صرف اینکه این ویزای شما سه یا چهار ساله هست معنیش این نیست که شما باید چهار سال بمونید بعد برای ویزای دائم اقدام کنید شما عملا بعد از دو سال میتونید برای ویزای دائم اقدام کنید و آخرین موردی که برای به اصطلاح امتیازمندی اداره مهاجرت بهش امتیاز میده اینه که شما در یک منطقه ریجنال یا کم جمعیت استرالیا تحصیل کرده باشید اونم باز به مدت دو سال اگه خاطرتون باشه خود تحصیل در استرالیا به مدت دو سال پنج امتیاز داشت ولی اگه این تحصیل در یک منطقه کم جمعیت باشه پنج امتیاز دیگه هم داره حالا این تعریف مناطق ریجنال یا کم جمعیت یا بومی یا هر ترجمه دیگه هست براش تعریفش توسط اداره مهاجرت با توجه به پست کد انجام شده یعنی میگه شما اگه در فلان پست کد زندگی میکنید این منطقه ریجنال به حساب میاد بنابراین راحت میشه فهمید که آیا شما امتیازات مربوطه خواهید گرفت یا نه پس تا اینجا راجع به امتیاز بندی صحبت کردیم و اینکه بازم از کردم شما باید مطمئن باشید که شست امتیاز میارید بعد به فکر به سلام مراحل بعدی باشید در اینجا باز خلاصه ارز میکنم که اگه آتون باشه مراحل کار رو که ارز کردم شما اول مدرکتون ارزیابی میشد بعد اسمتون رو تو لیست ای, و آی مینوشتید بعد اگه توسط اداره مهاجرت دعوت به ویزا میشدید یعنی در واقع اون شرط ها رو داشتید و دعوت شدید شما میرید سراغ اداره مهاجرت و پرندهتون رو لاج میکنید این سوال ممکنه پیش بیاد که خب این مراحل چه هزینه هایی داره من اینجا خیلی خلاصه باز به طور متوسط هزینه ها رو نوشتم هزینه ارزیابی مدرک بستگی به اینکه کدوم اداره است فرق داره به طور متوسط بین 400 تا 1000 دلاره. اکثر رشته ها تو این رنج هست گروه پزشکی متاسفانه خیلی بیشتر عددا ولی این این رنج برای سایر رشته ها به فرض گروه کامپیوتر بین 450 تا 550 دلار هست گروه های مهندسی هولوش 800 850 دلاره رشته های فنی معمولا هزار دلاره و رشته های دیگه بینابین هست اس نویسی در ای او آی یا همون لیست ذخیره رایگان هست خوشبختانه فعلا برخلاف بعضی کشورها مثل نیوزیلند که برای اسم نویسی باید مبلغی پرداخت کنید و بعد از 6 ماه اگه اسمتون انتخاب نشد دوباره مبلغی پرداخت کنید فعلا خوشبختانه در مهاجرت استرالیا برای این کار از شما پولی نمیگیره مرحله اپلای برای یا اقدام برای اسپانسر ایالتی بعضی ایالت ها رایگان هستند به فرض ایالت ویکتوریا یا ملبورن یا ادلید اینا رایگان هستند ولی بعضی ایالت ها مثل نیو سات ویلز وسترن استرالیا و کوینزلند اینا مبلغی میگیرن برای اینکه پرونده شما رو ارزیابی کنن آیا اسپانسرشی بهتون بدن یا نه که اونم متوسطش 250 دلاره هر چند نیو سات ویز عددش خیلی بیشتر مورد بعدی که هزینه داره و اینجا ملاحظه میکنید خود مرحله اصلی اقدام برای ویزا هست یا ویزا اپلیکیشن که برای مین اپلیکنت یا اپلیکنت اصلی 3520 دلار هست برای همسر و فرزندان بالای 18 سال 1760 دلار برای هر نفر و برای فرزندان زیر 18 سال هر نفر 880 دلار هزینه ایجنت فی یا هزینه وکیل یا هر اصطلاح دیگه براش در نظر بگیریم یه رنج به اصطلاح متفاوتی داره طبیعتا از یک فرد به فرد دیگه از شرکتی به شرکت دیگه ولی متوسطش برای اون دست از به اصطلاح افراد یا وکلایی که توسط مارا رجیستر هستن در سازمان مارا رجیستر هستن متوسط هزینه ها 4000 تا 8000 دلاره که این باز بستگی به سابقه اون فردی که وکیل شما هست و نوع سرویسی که به شما میدن و موارد دیگه این رنج متفاوت هست و اما در این قسمت من باز سعی میکنم به سوالات به صلاح رایج شما خیلی خلاصه جواب بدم یکی این که باز خیلی از ما میپرسن که کل پروسه یا این ویزای استرالیا رو من در چند ماه میتونم یا چند سال بگیرم باید ارز کنم قبلا این پروسه چیزی سه سال طول میکشید دو سال و نیم تا سه سال ولی خوشبختانه از یکی دو سال اخیر این این قضیه در مورد خیلی از کلاینت های ما یا در اپلیکنت ها به اصطلاح در کمتر از یک سال تموم شد یعنی کل پروسه چیزی بوده یک سال تا یک سال و دو سه ماه طول کشیده سوال بعدی اینه که اگه که من رو یه اسپانسری به اصطلاح یه ایالت خاصی اسپانسر بکنه آیا من باید از روز اولی وارد استرالیا میشم فقط برم اونجا دیگه جای دیگه حق ندارم برم جواب اینه که خیر شما میتونید بیاید مثلا برید شهرهای دیگه دور بزنید استراحتی بکنید نمیدونم چند وقتی هم حتی اگه شده بمونید جایی ولی بعدش برید اون ایالت اصلی به اصطلاح که کسی که اسپانسرتون کرده برید اونجا زندگی کنید واقعیت اینه که در مورد ویزای 190 که به صلاح ویزای دائم هست وقتی ایالت شما رسپانسر میکنه شما تنها تعهدتون اینه که برید اونجا دو سال زندگی کنید هیچ تعهدی این که کار پیدا کنید یا نکنید ندارید ولی در حال حاضر هیچ ملاک قانونی هم نیست که و یا هیچ به اصطلاح میشه گفت حربه قانونی وجود نداره که اگه شما اون ایالت نرفتید ویزای شما را کنسل کنند به واقع این یه یه که در مهاجرت هنوز نتونسته به اصطلاح پر کنه که چطور باش برخورد کنه چون یه چیزی بین دولت فدرال و دولت ایالتی هنوز در اون حد هماهنگی نیست ولی تنها جایی که ممکنه اونم نه حتما شما اذیت بشید اگه به اون ایالت نرید اینه که ایالت از شما شکایتی بده و بعدا موقع سیتیزن شدن بر شما مشکل ساز بشه که من خودم شخصا با چنین موردی تا حالا مواجه نشدم خوشبختانه سوال بعدی اینه که آیا من میتونم به یه ایالت دیگه برم یا نه واقعیتش اینه که جواب این بستگی به دو تا فاکتور مهم داری یک اینکه اون ایالتی که شما به صلا اسپانسرشیپ ازش گرفتید به شما اوکی و میده یا نه دو اون یکی ایالتی که میخواید برید شما رو میپذیری یا نه معمولا ایالت شماره دو مشکلی نداره با این قضیه ولی ایالت شماره یک احتمال اینکه هپی نباشه با این قضیه وجود داره نمره آیلس و کی من لازم دارم ارائه بدم این با سوال متداول بستگی به رشته فرق داره مثلا بعضی رشته ها میگن از همون روز اول باید نمره 6 یا هفت آیت رو به ما بدی تا اصلا پرونده رو ارزیابی کنیم بعضی رشته ها خیر شما مدرکتون ارزیابی میشه جواب ارزیابی اومده بعد میخواید در به اصطلاح ای او آی اسم نویسی کنید اونجا دیگه اگه نمره زبان نباشه اسم نویسیتون بیفاید است سوال بعدی اینه که باز آیا امتحانات زبان دیگه ای هست که به جای آیس بشه داد خوشبختانه از نوامبر 2014 امتحانات دیگری خواهد بود در حال حاضر فقط امتحان OET برای گروه پزشکی که همون Occupational English Test هست پذیرفته میشه وگرنه فقط آیلس سوال بعدی اینه که اختلاف یا تفاوت بین ویزای 489 و ویزای 190 چی هست؟ در ابتدای صحبت هم فکر کنم عرض کردم که ویزای 190 یک ویزای دائمه ویزای 489 یک ویزای موقته بنابراین خیلی از حقوقی که یا به سلام مزایایی که یک فرد دارای ویزای دائم میگیره متاسفانه اون فردی که ویزای موقت میگیره نداره ولی ویزای 489 میتونه به راحتی تبدیل به ویزای دائم بشه به شرط اینکه شما اونجایی که اسپانسرتون کرده برید دو سال زندگی کنید و از این دو سال یک سالش رو کار کنید باز سوال ممکنه پیش بیاد که خب ممکنه کاری که من میخوام برام نباشه تو رشته ای که من اسپانسر شدم و اینجا باز جواب اینه که لازم نیست حتما اون شغل مربوط به رشتتون باشه میتونه هر شغلی باشه ولی این شغل باید یک شغل به اصلاح باشه یه شغلی باشه که تو اون لیست سی یا لیست شماره دو که تقریبا لیست بسیار طولانی هست موجود باشه به فرض اگه شما به امانی مهندس عمران اومدید اینجا میتونید به عنوان یه پتا مسئول فروش یه, یه اداره یا به عنوان یه برق کار برای یه جایی اگه کارگیر بیاید کار کنید این شرط رو به صلاح برآورده کردید ولی اگه کارهای به صلاح لیبر ورک میکنید اون اون شرط رو برابرده نکرد سوال بعدی اینه که اگه من اسپانسر دارم یا کارفرما دارم چطوری میتونم ویزا بگیرم این این چیزیه که ما امروز تو این جلسه نمیتونیم بهش بپردازیم به یعنی ای فرصتش نیست ولی شما تقریبا میشه گفت خوشبختید اگه که اسپانسر دارید و خیلی راحت تر از کسایی که اسپانسر ندارن میتونید ویزا بگیرید سوال بعدی اینه که اگه رشته من تو هیچ کدوم از این دوتا لیست نیست آیا باز من شانس گرفتن ویزا دارم یا نه جواب متاسفانه خیر فقط من اینو بگم بعضا شده ما دوستانی بودن که یه رشته خاصی درس خوندن ولی کارشون چیز دیگه ای بوده رشتهشون در لیست یکی از این دوتا لیست نیست ولی با توجه به سابقه کاری که ارائه میدن میتونن در یه رشته دیگه ارزیابی بشن که تو این لیست باشه همیشه خوبه که حالا یا اطلاعات از جای مختلف بگید یا با همکارای ما حالا هر جایی دنیا که هستید مشورت کنید شاید اونا بتونن روش دیگه ای رو بهتون ارائه بدن بازم ارز کنم این،, این, خیلی خلاصه بود راجع به ویزای اسکیل ما سعی میکنیم در برنامه های بعدی حالا با توجه به فیدبکی که از شما میگیریم پاسخگوی سوالات دیگهتون هم باشیم ولی اگه باز سوال خیلی تخصصی تری هست خب طبیعتا باید حال یا با ما یا با همکارانمون در تماس باشید که مشخصات ما را هم طبیعتا هست هم در این رکورد هست و هم در وبسایتمون uh, تا دیداری دوباره بیز او تو آسترلیا